سود کوهل دیزاینر غذایی اتاقهای خانه خود را با تزیینات ساخت دست تغییر داده است. برای ماه رمضان کوهل چراغهای ارزان از اشیایی که زباله شدن می سازد. بانوی 26 ساله تولیدات خود را در بازار محلی می فروشد و امیدوار است بتواند چراغهای تزیینی ارزان قیمت را تا ماه رمضان برای مردم تهیه نماید. در ماه رمضان همه با مشکلات اقتصادی روبرو می شوند. ما هم تصمیم گرفتم این چراغهای تزیینی را بسازم که اطفال را خوش می سازد و با استفاده از کاغذ قوطی و دیزاین های ساده چراغهای زیبا معلوم می شوند و قیمت آن برای کودکان مناسب است، به خاطر که شهر ما در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد. چراغ‌های تزیینی در ورکشاپ کوهل بین 10 الی 30 شکل معادل 3 الی 8 دلار آمریکایی به فروش می‌رسد. سمیرا کوهل، مادر سعود، او را در قسمت ساختن چراغ‌های تزیینی با استفاده از کاغذ‌های رنگی زیبا، تصاویر چسبی کوچک، شرش و اشیایی که به دور انداخته شده‌اند کمک می‌کند. والله اولا از زمانی که دخترم کوچک بود توانایی اختراع و خلاقیت را داشت و من برش کمک می‌کردم. ازش حمایت کردم، هر چیزی که در پروژه هایش نیاز داشت برایش آماده ساختم. اکنون که مهارت های خوب دارد، با دیدن دیزاین های چراغ های کم نور تزیینی در اینترنت دخترم چراغ می سازد. ما متوجه شدیم که مردم از چراغ هایی که می سازیم برای خود می خرند. فلان علیه اقبال الحمدلله. تا ماه رمضان استفاده چراغ های تزیینی در شهرهای مختلف شرق میانه معمول است و بیشتر برای تشویق کودکان برای روزه گرفتن و بیدار شدن در موقع سحری استفاده می شود. جیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.